ببینید، بیایم روی یه موضوعی کار کنیم. ما به دلیل فشردن این کلید show stand map in viewport، هر ماده‌ای که اختصاص دادیم اگر اینش تیک خورده باشه، ماده رو روی پروژه ها نشون میده، روی عناصر. حواستون باشه، حواستون باشه اینو نزنید، متریال رو دیلیت میکنه از کتاب خونه و دیگه شما نداریم. این متریال ها دارن از عکس استفاده میکنن، مثل این عکس در فولدر های 3D، یک 3D کامل باید اینا رو داشته باشه، 3D ناقصه که اینا رو نداره. یک، دو، عکس ها اگه پیدا نشن ماده ها نمیتونن نشونشون بدن. پروژه که باز میکنی به تذکر میده که این عکس رو ندارم. بنابراین خیلی مهمه که حواستون باشه عکس هایی که توی پروژه ها استفاده میکنید برای متریال باید تو حمل و نقل کنارش باشه، یعنی باید تو فلشتون باشه، تو فولدری که فایل 3D Maxتون اونجا سیوه. alright، بریم سراغ شابلون گذاری. ببینید، من برای اینکه بتونم کف رو کنترل کنم احتیاج به یک شابلونی دارم که قرار بگیره و توی این شابلون بگم چند بار این ماده تکرار شد، در واقع چند بار این عکس تکرار شد. اگه توی ماده جسم رو انتخاب کنید، مادیفای لیست رو باز کنید، یکی از اون ساده هاش هست UVW map، شابلون میاد روش. شابلون الان رنگش نارنجیه، میبینیدش، و شابلون چون به هر حال میخواد یه عکس رو روکش کنه جهت داره، اینم این خط هم یعنی جهت عکس. شابلون اومده روی جسم. میتونیم شابلون رو اینجا باز کنیم، به شابلون میگیم گیزمو. گیزمو رو باز میکنیم و مثلا با محور X و Y، ببینید این شابلونه. معمولا شابلون رو اینجا توی این قسمت فیت میکنیم، اول سنتر میزنیم، بعد فیت میکنیم به اندازه کل آبجکت شه. این یه روش نرمالش. بعد میایم تعداد دفعات تکرار عکس رو تعیین میکنیم قبل از اون شکل شابلون. خب این شابلون سیلندره، این کره‌ایه، این باکسه، این شابلون باکسیه، این یه شابلون پلنره، تخته، و این هم سیلندر. برای این شکل نزدیک به این شکل پلنه. خب سنتر فیت، بعد نیم اینجا تعداد دفعات تکرار، یو تایل 5 بار، اینم 5 بار. ببینیم چی میشه، ریستر شد، منطقی تر شد. 5 بار عکس رو در امتداد خودش اینجوری تکون داره، حرکت 5 بار هم اینوری، ولی این 5 بار شاید زیاد باشه. اینو میکنیم 2 بار، کوبا 2 بار یا 3 بار، 5 بار اینطوری، 3 بار اینطوری. اگر بافت ریستری خواستی دوباره باید 5 شو بکنی 7. در واقع هرچی این میره بالاتر تا دفعات تکرار عکس بیشتر و فشرده تر میشه. UVW map دیوار رو تعیین کنیم، گیزمو رو خارج شیم، این دفعه دیوار رو انتخاب میکنیم UVW map، بهش آجر رو میدیم، بهش باکس رو میدیم، سنتر فیت. دفعات تکرار میتونیم تو تعیین کنیم، مثلا یو تایل 10 بار، وی تایل 5 بار. بریم ببینیم آیا خوب شده. یه زیادی آجرها کوچیکن، یه موقع اینجوری میشه دیگه دوربین نمیتونه جلو تعبیر، باید اینجوری کن. نظر میاد که 10 زیاد بوده از اول، 8 و 3 این منطقی تر. خب به این میگیم UVW map box. حالا بریم سراغ جعبه. از اونجایی که اینم میخوایم مثل این بشه،
بعد از دادن UVW map با SQL SQL میزنیم روی اون شکلی که میخوایم این از اون تبعیت کنه. وقتی میزنیم میپرسه SQL با وابستگی یا بی وابستگی. با وابستگی یعنی اگر دیوار تغییر کرد اینم تغییر کنه، اگه تعداد دفعات تکرار اون عوض اون عوض شه. بدون وابستگی یعنی هیچی، دیوار این به هم ربطی نداره، فقط یه بار اصلا تقلید میکنه. من با وابستگی رو میزنم، اوکی، گیزموی اون به این منتقل شد. یعنی الان دو تا چی هم؟ از یک شابلون دارن تبعیت میکنن. طبیعتا اگه شما بری در مورد مثلا این توی باکسش اینجا تغییر بدی، هر دو باید تغییر کنن که نمی کنن. زایه شدیم با چه چیزی هم توضیح میدادن، با یه فهمه کلامی خطبه داشتم میخوندم. علتش رو فکر میکنم به خاطر اینه که چرا اینجوری شد. برگردیم عقب. UVW map absolutely چپس related، چپه داره عمل میکنه خانم، درست میگم؟ این داره این کار رو میکنه. میبینی چی فهمیدی؟ من تعجب میکنم، حالا نمیدونم دلیلش چیه، ولی کلن ریلیتیو یعنی وابسته. نمیدونم چرا عمل نمیخوری بیچم. آه نه باشم رب گرفت. ببین چنین چیزی نیست، یعنی من دارم باش کار میکنم. درست گفتم، این حرفم غلط نیست. بکر بعد تموم شد. خب حالا بحث کره، برای کره ببینیم. برای در مورد کره به نظر میرسه که کاملا احتیاج به یه UVW مپی داریم که بتونه رفتار کنه. خب من انتخابش میکنم UVW مپ این بار سیر. ببینید استاد کره ایمون اینجا تعداد دفعات تکرار باید خیلی تو این انداز چشمی دارم تنگیم. شاید اینم از اون. پس این شد مقوله UVW. در مورد کف یک مدل دیگه هم هست، مدل چشمیه رژیون. میان یه ناحیه، میان یه گیزمو دستی مثلا رسم کنن، البته به شرط اینکه یو تایل یک باشه، یک بار باشه. اون وقت شما اینجا میتونی با دست نیستی رسم کنی اونجوری که دوست. میبینی روش های دستی هم جواب میده هست. خیلی خوب، اینم از رژیون فیت و SQL و UVW map. نه دیگه فقط آجر میگم خانم.